درود بیکران پاینده ایران دباس که در این ساعت با ما همراه هستید خبرای جالبی میرسه یه چند برگه بازجویی بازداشت شدگان انقلاب قابل احترام زن زندگی آزادی به دست ما رسیده و برام جالب بود وقتی این برگار رسید یاد برگاه بازجویی افتادم که در دوره اول زندان در سال هشتاد به دست ما دادن اون موقع یه آقایی بود به نام آقا جری گفته بود ولایت فقیر قبول دارم ندارم و این حرفا زده بود و حکم اعدامو به آقا جری داده بودن بچه‌ای که الان هستید یادتون نمیاد ما تو مربوط مال سال 80 که ما بازداشت شدیم و از ما تو این فرما پرسیده بودن نظر در مورد مثلا نظرات آقای آقا جری چیه مثلا می گفتم من همه که زده بودم نمیدونم نمیشناسم خبر ندارم دیدم با همون متد دوباره دارن بچههایی که برای انقلاب قابل احترام زن زندگی آزادی اومدن برگه بازجویی دادن و چهار ورق از این برگه ها لو رفته که ما الان میخوایم براتون بزنیم خبرم فوریس و جالبه و دیدم با همون متد گذشته دارن سوال میکنم من فوری وقتی که اینا رو دیدم یا تونستم خودم تایید بکنم شخصا چون از این برگهای بازجویی دست ما زیاد میدادن در صفحه در سال 28 پرسیده که چهار تا ما چیز داریم صفحه داریم در سال 28 پرسیده که به نظر شما نظام اگر چه اقدامی را انجام دهد انتقادات و اعتراضات گروه های معترض کمتر خواهد شد حالا چند تا گزینه گذاشته اصلاح وضع معیشتی و اقتصادی مردم رفع تبعیض و بیعدالتی بهبود وضع اینترنت و رفع فیلترینگ کاهش تنش در سیاست خارجی و احیای برجام تقویت اقتدار نظام و امنیتی برگزاری انتخابات آزاد حذف قانون هجاب به امکان اصلاح شرایط موجود اعتقاد و امیدی ندارم سایر اسکل کردید خودتون مثلا میخوای مثلا این مردم چی بنویسن نظر مردم مشخصه مثلا الان مثلا مردم چی... خوشم میاد خودشون سرکار ببین با همین سرکاریاست که چهار دهه اینها نتونستن یعنی هر روز فاصله شون با جامعه مثلا بیشتر شده تو آقا بیشتر اینایی که نوشتی حالا بجز این بحث کاهش تنش در سیاست خارجی و احیای برجام که جای بحث زیادی داره ما بقیه بحثا از هر منال خب تو باید انجام بدی همش با هم همه دانه <laughs> همه دانه <laughs> اینو من انجام سال 29 میگه به نظر خودتان حضور شما در اعتراضات ناشی از چه چیزی بوده احساسات و جوگیری عصبانیت تفکر و اعتقاد به اعتراض دیگران تحریک کردن سایر خب حالا یه سوال دارم اگه این طرف اعتقاد داشته باشه خب ما اینا رو به ما میدونن دیگه اگه طرف اعتقاد داشته باشه که تفکر و اعتقاد به اعتراض دارم آیا اینو تیک میزنه آقای باهوش خرگوش آقای اطلاعاتی آقای اطلاعات سپا خب اینجوری با مردم خود خب من نمیدونم شما تو بحث امنیتی در به حال سرویس های بیگانه خوب عمل میکنی چطور در مورد مردم خودتون انقدر کم هوشید خب اصلا اینایی که تو نوشی که خب طرف نمیاد اینو بزنه همه میزنن اینجا من خودم اینو زده بودم احساسات و جو دقیقا سوالاتی که برای خود ما رسیده بود برای من که داده بودم من اینو زدم احساسات و جوگیری. اینو باید بزنی دوستان حالا اگه میخوام این کدوم تو اینا چون برگار بعد میرم آمار میگم تو فکر چیه البته بعضی وقت اصطلاحا میگن اسمتون رو نمیخواد بنویسید ولی خب بخش تابلو دیگه میفهمی که کدومه چون دوربین بالا سرمونه اگر این قضیه مثلا سوال اول که اینا رو پرسیده مثلا بعد بزنی بزنی بگم نه هیچ کدوم اینا هیچی اینا اصلا نزن بزن سایر ولی که هر کدوم بزنی داستان داره مورد بعدی سوالات بعدی خیلی جالبه میگه از نظر شما آیا بیماری زمینه یه خانم محسا امینی علت اصلی فوت ناگهانی ایشان بوده است؟ یکی نده بله یکی زده خیر مورد بعدی اطلاعی در این زمینه ندارم بهترین چیز اینه که بزنی بله بله بهترینه دیگه نه خیلی خواستید رو موزد وایسی بزن اطلاعی در این زمینه ندارم خیر نزنی یا میزن پدرت در میان اینا خودشون رو اسکل کردن بیماری زمینه ای آیزن 70 80 تا ماموران شما هم تو این شلوغی‌ها دچار بیماری زمینه‌ای شدن شونبولشون رو بریدن آرمان علی وردی رو ما شاهدیم بیماری زمینه‌ای داشت تفلک اونجوری مرد اینجوری اینجوریه یا آقای عجمیان آقا این بیماری زمینه‌ای داشته این با این وقاحت دارن حرف میزنن مورد بعدی به نظر شما علت اصلی اعتراضات اخیر مرگ خانم محسن امینی بوده به خاطر یعنی اعتراضات اخیر مرگ خانم محسا امینی بوده بله خیر نمیدانم بعد بزنی نمیدانم به نظرم یکی دیگه ببین اینا خودشون اسکل کرد نه به نظر شما علت اصلی اعتراضات اخیر مرگ خانم محسا نه عرسی ننت بوده عرسی مامانت بوده اومدیم منیم غیر بدیم اینجوری خودشون اسکل کردید دیگه قبل از محسا امینی که همه داشتن زندگیشونو میکردن اپوزیسیون خارج از کشور که حال نداره شلوارشو بالا بکشه رسانه های مناطق بی بی سی که افسرده شده بودند صدای شهروندان سعودی علیه سعودی نشنال لندن در اومده بود که چرا ما باید هزینه هامون بود جامون بده برای سعودی نشنال تو اسکال یه دختر یه گرفتی شانست هم بد بود دختره حالا به قول تو بیماری زمینه ای داشت داشت از استرس گشت ارشاد با اون فضای بسته که پنجره بسته بود اینا و حماقت شما که خدا میدونه توی حالا ون گشت ارشاد دوتا خاموندی تو گوشش یا تهدیدش کردید یا چی گفتی لحن بد باش ثابت کردی بیماری زمینش اوت کرد و اینکه اوت کرد بند خدا افتاد مرد کل داستان اینه که گردن شماست اول آخر گردن شماست شما اگه این دختر رو نمیبردی که این دختر ببخشی استرس نمیگرفتش که بمیره حالا اینجا در پاسخ خیلی به خوشون فشار میارن میخوان جواب منده چون این شما جماعت مذهبی اینا رباتن اینا پاسخ نمیدن که اینا همه چیزاشون پیشورده پاسخاشون پیشورده خیلی دیگه بهشون فشار میاد میخوان جواب منطقی بدن چی میگن میگن که خب آقا اگه ما دوز زن بگیریم بیماری زمینی داشته باشه بمیره چی ما دوز نگیریم خب شما این همه دوز گرفتیم مرد کسی صداش در اومد اون برای جامعه قابل قبوله که دوز رو بگیری یعنی اینکه برای پوشش مردم رو بگیری برای جامعه قابل قبول نیست حالا خودتو بزن به خریت دیروز من پستی گذاشته بودم که علی به حسن گفته که اگه من مثلا دارم میمیرم این زنانی که کنیز من بودن و بچه دارن از من اینا همه این رو آزاد کنید برده های که که من بچه دارن رو آزاد کنید من گفتم این آقای خطبه 24 در حقیقت نامه 24 علی در کتاب نهج البلاغه است و این ربات ها میان کامنت گذاری میکنن دیگه این مذهبی ها بهشون فشار میاد تو توییتر میان کامنت مگس کامنت گذاری میکنن دارن پاره میشن بعد یکیش این دخترا نوشته بود آقا امیدانا دروغ میگه تو رو خدا برید منبر رو نگاه کنید دمشقم بانو آرتمیس خوشم اومد تو من اه اصلا برام مهم نبود ولی چون تو گفتی برو من رو بر ببین من همین رفتم منبع دیدم اسکرین گرفته بود از منبع گفته بود حداقل تو که پیشنهاد میدی که برید من رو بر ببینی اول خود یه نگاه بکن این نشون میده مذهبی ها به صورت ربات دارن کامنت گذاری میکنن برای همینه اینجا هم میزنن به اسکلی که آقا جان نه محض علت اصلیه چیز نبوده اعتراضات نبوده چرا علت اصلی علیه حجاب اجباری بوده اون خودتون رو میخواید بپیچونید دیگه حالا سوال بعدی از نظر شما انگیزه اصلی افراد حاضر در تجمعات اخیر چه بوده؟ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، سایر شما باید در اینجا بزنی اقتصادی چون جمهوری اسلامی با اقتصادی که اگه بگی زیاد مشکل نداره چون خودشون هم الان صداشون برای مسئله اقتصادی بالا رفته ولی مثلا سیاسی و اجتماعی بگی پاره میشن این خیلی جالب بود برای من اینجا عکس رضا پهلوی رو گذاشتن علی کریمی رو گذاشتن مریم رجوی رو گذاشتن حامد اسماعیلی گذاشتن مسیح علی نجا. این نشون میده که از این چهره ها نظام میترسه وقتی عکس اینا باشه امیان تصاویر زیر کدام یک را میشناسه نامشان چیست خدایا بس دیگه خدایا بس دیگه آخه تو اگه داری یه بچه کوچولو ها مثلا با یارو من تصاویرات همه اینا رو میشناسن دیگه یعنی چی آخه مگه جد ولی آخه برای چی اینا داری میپرسی چی می... چی میخوای به دست بیاری چی میخوای به دست بیاری تو اسکل کردی در اصل تلفن های هوشمند هم چی سوالاتی میخوای حتی اما هم پرسیده بودن اون موقع عکس آقا جریو گذاشته بودن و سه چهار تا دیگه که کدومشون رو میشناسید اون موقع آقا جری سال 80 که من دستگیر شده بودم یه کسی بود که تو شیراز مثل این که گفته بود که آقا من میمون نیستم که مرجع تقلید داشته باشم بخوام تقلید کنم و اینا فشار اومده بود برای همین جمله آقا جریو حکم اعدام داده بودن دقت کنید برای مذهبی بود گفته بود میمون نیستم که مرجعی تقلید داشته باشم بهش حکم اعدام داده بودن حالا جوانای مردم میپرسه که آقا این داستان اینجوریه نظرتون چیه خیلی چیز عجیبیه واقعا ما با یه مک زامبی طرفیم سوال بعدیش هم جالب میگه به نظر شما خانم مذهبی توسط پلیس کشته شده است نه توسط ضد انقلاب کشته شده است خودتون اسکل کردید معلومه که در توسط پول... مقصر عامل پلیس است یکی بله خیر اطلاع دقیق در این زمینه ندارم اوکی ساله صفحه آخر هم جالبه میگه انگیزه شما از حضور در تجمعات چه بوده در اعتراض به مرگ خانم معصومی در اعتراض به مرگ افرادی که گفته میشد در تجمعات کشته شدن مشکلات مشیتی و اقتصادی تبعیض و بیعدالتی موجود در کشور با اصل نظام جمهوری اسلامی مخالف هستن هیچ کدام اصلا در تجمعات شرکت نکردم آخریو بزنید منتها دو سال اینه واقعا توی اسکل اطلاعاتی توی اسکل اطلاعات سپا توی اسکلی که این پرسش نامر داری دست بچه های مردم انتظار داری همشون هم که نظرشون اینه با اصل نظام جمهوری اسلامی مخالف هستن برای تو اینو تیک بزنن تیک انگشت وسط بین تا تا برات میزنن پایینیشو میزنن یعنی هیچ کدام ما عاشق جمهوری اسلامی کجاست آقا این جانماز من کجاست تو خدا آقای من این کارا رو میکردم و. به بازجو مثلا سوالات اینجوری میشه ها جاقا های بازجو جا من تو زندان نماز نخوندم ولی کلا مثلا دیگه بچه ها این کارو میکردن بزن تو رو خدا جاقا. جا نماز کجاست من یه دورکت نماز بخونم الان وسط بازجوی من نمازم اومده بعد با خدا رازه نمازم یه وقتی دیر نشه <applause> شما وقتی این سوالات رو برات میارن اولا بزن هیچ کدا بعد بگو ببخشید من میتونم برم وضو بگیرم یه دورکت نماز بخونم خرشون کنید کل اسلامشون ریا و تزویره وقتی اینا ریا و تزویر دارن شما باشو ریا و تزویر کنید هاج من برام نماز بخونم الان نمازم دیر شده چیکار کنم نمازم من هم الان میخوام برنامه رو قطع کنم برم یه دورکت نماز براتون بخونم ما در اسلام چیزی به اسم نماز نداریم نماز از واژه زرتشتی نماج میاد و چون این ژ رو این زبان آسمانی اینا نمیتونست تلفظ کنه به نماج ژ داره دیگه ژ گ پ چ اینا رو این زبان آسمانیشون معجزه است دیگه قرآن معجزه است ولی عاجز پ و بگه و چون نمیتونه بگه به نماج میگه نماز ما چیزی که در اسلام اینا قنبل میکنن چه میدونم تو اون سجده علامت سگی انجام میدن اینا این قنبل اینا که انجام میدن اینا, اینا نماز ندارن که سال آخر میگه آیا شما تحت تاثیر مطالب موجود در فضای مجازی در اعتراضات و تجمعات شرکت کردید بله خیر اصلا در اعتراضات خیابانی شرکت نمی کردم آخری رو بزنید آخری عاشقتونم <تصفح> عاشقتونم آقا اینا خیلی خودشون اسکل کردن به هر روی دمتون گرم این برنامه رو می‌بندم با همین پرسش نامه ها همینجوری بپرسید بپرسید تا ببینیم که چجوری نظام رو میخواید دست متی بدید اینجوری برید پیش برید ببینیم واقعا فکر میکنید با این روش ها شما نظام به متی میتونید بدید میگید این نظام میخوره به متی من فکر کنم این نظام حتی در حد ناصر شو هم ام نکنه با این روشی که شما دارید میدید قرمونتون برم عاشقتونم شب روزگار خوش بدرود